واقع بگیرمش. اگه نمیتونستی بگیرید این رو باید بیاید نزدیکش کنید، یعنی کنترل پلاس بزنید که بتونید دقیقا بیاید موس رو روش قرار بدید که بتونید انتخابش بکنید. وقتی انتخابش میکنید نگاه کنید اینجا در واقع به شما قابلیت رو میده که اکسپورتش بکنم. من میام اینجا اکسپورت ازش بکنم، طبیعتا بعد اینجا عکسه باشه، یعنی مقدار برس میبینید یه مقدار پی ان جیه که 108 تا 25. اکسپورتش میکنم، اسمش رو میذارم، اسم خودش رو میبینی خودش بریسکو، خودش اسمش بریسه. خب ولی خب من اسمش رو هم بریس میذارم، اومده بریس حالت در واقع ریاضیاتی باشه. و اینجا یک کنترل ماینس چند تا میذارم، این علیه زر ریخته با هم دیگه. حالا شیفت و آلت و زد رو بزنید، کنترل در واقع کنترل آلت زد یا کنترل زد رو بزنید، چند بار بزنید برمیگرده به حالت قبلش. کنترل زد رو یه مشخصه دیگه، کنترل زد برای همشون هست. این رو دیسلکتش رو میخواد غیر فعال رو روی این کلیک بکنی که این قشنگه من میزنم نمیشد، بخواد این کلیک هم کامل نبود و از این دیسلکت در بیاره. این مثلا اینجا اگه دیسلکت مونده بود کلیک راست بکنی دیسلکتش بکنی که اینجوری مخافات پیش نهیره براتون. و الان به حالت خودش برگش، حالت قبلی خودش. میام اینجا و خب من این اکثر رو دارم، الان میام توی این قسمت این کپی میگیرم و این خیلی ساده است تمرین کردنش، پی میذارم و میتونم به عنوان آی ام جی در نظر بگیرم. چرا تطفان باید بیام بک‌گراندش کنم، این رو آی ام جی در نظر بگیرم حضور رو نداره. بیاید بگید بریس و خودش رو بیتسایت معمولی داره و اسمش رو هم میتونیم در واقع بزنیم بریس، از یه چیز خاصی نیست. به آلت بیاد قرار بگیره و میام اینجا برمیگردم به پی میگم تکس الاینت بشه سنتر. خب پی هم که ویدیوهیت براش نذاشتی طبیعتا میاد خودش با توجه به دیتایی که وجود داره میاد چیکار میکنه، میاد دقیقا خودش وسط قرار میگیره. خب میتونستی بک‌گراند کالر بدین که دقیقا ببینید ایشون وسط قرار گرفته، میبینید دقیقا وسط. خب یه نکته، این خیلی با این فاصله داره، اگر بیاد اینجا دقیقا از اینجا حساب بکنید میبینید چیزی حدودش 100 پیکسل فاصله داره. خب حدود 100 پیکسل میتونید در واقع بهش رو توی مارجین باتم 100 پیکسل هم بدید که اینقدر نچسب بهش. اینجا نه ولی اینجا یه رفرش بکنید میبینید که به این شکل شد. خب من بیام و اینجا این سکشنه رو یه بوردر بهش بدم ببینم وضعیت چجوریه، نریزم اصطلاعا بیرون و گمش نکنم. میام اینجا F5 میذارم، میبینید نمیخوام از این محدوده اینا بزنم. خب میام اینجا و اینم بک‌گراند کالرش رو برمیدارم و همین راحتی حالا دیگه بک‌گراند هم نداره. حالا بریم رید مور رو بسازیم. این رید مور مقدار در واقع توضیحاته، این توضیح خیلی ساده است ساختنش، مثل آب خوردن. شما میتونید بیاید اینجا و مربوط به تگ A رو بسازید. من میام اینجا کنترل D رو میذارم و بریم سراغ تگ A. خب بریم که تو فیلم بعدی این رو هم بسازیم و بعد هم ریسپانسیوش بکنیم و فیلم رو تمامش کنیم.